مراسم تدفین یک تن از اسطوره های نامدار موسیقی کشور ما، استاد محمد هاشم چشتی. محمد هاشم فرزند استاد محمود در مرحله اول زندگی هنریش شاگرد پدرش بود. او بیش از 15 سال از عمرش نگذشته بود که استاد میا قادر بخش، طبلنواز معروف هندی، به کابل آمد و مدت 2 ماه در این شهر اقامت گزید. استاد محمود که خود یگانه روزگار و استاد شناخته شده طبله در زمانش بود، به رسم استادان موسیقی که مایلند فرزندانشان علاوه بر پدران خیش استادان دیگر نیز داشته باشند، از این موقعیت استفاده برده و پسرش محمد هاشم را نزد استاد میا قادر بخش با شاگردی نشاند. محمد هاشم با استفاده از رهنمودهای پدر و هنر استاد دومیش از یک سو و با تلاش پیگیر و زحمات فراوان و استعداد و تلاش خودش از سوی دیگر با پله‌های رسید که خود در طبله نوازی استاد شد و تا این دم در کشور ما کسی به پایه او نرسیده است. استاد محمد هاشم علاوه بر طبله، آلات موسیقی مختلف دیگر چون آرمونیا، رباب، ستار، تنبور، گیتار، سرود، سارنگ، دلربا، دهل، زیربغلی و دایره را نیز با مهارت و به گونه علمی می نواختند. همچنان استاد محمد هاشم یک تن از آهنگسازان طراز اول کشور ما به شمار می رود. چنان که در طی دهه های 80 و 90 میلادی آهنگ های بیشمار
برای آوازخوانان رادیو و تلویزیون افغانستان ساخته و نغمات فراوان برای ارکسترهای رادیو کمپوز نموده است. استاد محمد هاشم در آوازخوانی نیز مهارت خاصی داشته و راگها، غزلها و آهنگهای زیادی به آواز وی ثبت و در آرشیوهای موسیقی رادیو و تلویزیون کشور ما وجود دارد. از درخت پربار هنر این هنرمند نامدار، دو پسرش محمد معروف و شمس چشتی فراوان دانچینی کردند که هر دو در حلقه های هنری و بعضم های موسیقی طبل نوازی می کنند. استاد محمد هاشم در خارج از مرزهای کشور ما، به خصوص در کشور هند، نیز به عنوان یکی از استادان ورزیده و ماهر در طبل نوازی شهرت یافته و شناخته شده است. استاد هاشم هر باری که در کنسرت های داخل و خارج کشور هنرنمایی کرده، از هنر او فراوان ستایش شده است. همچنان هر باری که هنرمندان معروف هندی از جمله استاد حلیم جعفرخان، استاد ولایت حسین خان، پندت راوش شنکر، استاد سلامت علی خان، استاد علی اکبر خان، استاد نزاکت علی خان برادر استاد سلامت علی خان، استاد امانت علی خان و برادرش استاد فتح علی خان و سایر استادان موسیقی کلاسیک هند برای اجرای کنسرت به کابل آمدند، نواختن طبله با استاد محمد هاشم بوده است. باید اضافه کرد که در همه این کنسرت ها استاد محمد هاشم با نیکویی و مهارت از عهده کارش سربلند و پیروز به در آمده است. استاد محمد هاشم با کشورهای هند، پاکستان، اتحاد شوروی سابق، ایالات متحده آمریکا، ایران، بلغاریا، پولند و آلمان سفرهای فراوان هنری داشته و از کشورهای یاد شده با اخذ جوایز و تقدیرنامه‌های بیشمار با سربلندی به وطن برگشته است. در یکی از سفرهای هنری خارج از کشور استاد بود که ریکارد لانگ پلی از آثار هنری استاد ثبت و تکثیر شد. قابل یادآوری است که در آخرین سفر هنری استاد محمد هاشم و هنرمندان کمیته دولتی رادیو تلویزیون افغانستان به چهار کشور خارجی در سال 1365 هجری شمسی به خاطر طبله نوازی استاد بود که ارکستر اشتراک کننده افغانستان در فستیوال بین المللی بلغاریا به اخذ دیپلم و جایزه اول آن فستیوال نائل شد و جمهوری دموکراتیک آلمان از وی دعوت به عمل آورد تا بار دیگر جهت اجرای کنسرت طبله به آلمان سفر نماید. همچنان استاد هاشم آهنگ نیز می ساخت و یک تن از آهنگسازان بلند مرتبت رادیو و تلویزیون کشور ما بود. آهنگ چون جان خراباتم از کمپوزهای مشهور استاد هاشم است که کوه بلند موسیقی مرحوم استاد محمد حسین سراهنگ با افتخار این آهنگ را اجرا می نمود. کمپوزهای بیشمار استاد محمد هاشم
در رادیو و تلویزیون افغانستان ثبت شده که هنرمندان چون استاد مخوش، خانم ژیلا، احمد ولی، میرمن پروین، خانم ناهید، بانو سلما جهانی و تعداد دیگر از هنرمندان کشور ما آنها را خوانده و جاودانه ساختند. استاد محمد هاشم تعداد از کمپوزهای خود را نیز خود خوانده و به گنجینه موسیقی کشور افزوده است. یگانه شاگرد خلاق و رفیق و دوست همیشگی استاد زنده‌یاد نینواز بود که سالهای متمادی با هم موسیقی می کردند و استاد هاشم از خلاقیت‌های خاص نینواز تعریف و تمجید می نمود. ناگفته نباید گذاشت که بار نخست زنده‌یاد نینواز احمد ظاهر را با استاد هاشم در یک محفل دعوت نموده و با هم آشنا ساخت. بعد از جاودانه شدن احمد ظاهر، نظر به رسم خرابات و پیشنهاد زنده‌یاد نینواز، نخستین مشت خاک را بر مرقدش استاد محمد هاشم ریخت. استاد هاشم من حیث یک استاد مجرب موسیقی شاگردان زیاد در بخش‌های مختلف تربیت و به جامعه هنری تقدیم نموده است. بر علاوه دو برادرش محمد آصف و محمد عارف و پسرانش محمد معروف و شمس چشتی، محمد ولی، حیات الله، عظیم بخش و محمد نسیم بایی در بخش طبل نوازی، استاد فضل احمد زکریا یا نینواز، شاولی ولی و استاد مخوش را در بخش آوازخوانی، نیک محمد را در بخش تنبور نوازی، مجید سپند را در بخش ستار نوازی، محمد حسن و محمد اکبر را در بخش آرمونی نوازی و غلام سخی را در بخش دهل نوازی تدریس و آموزش داده و در کنار آن تعداد زیاده از آموتوران نیز در بخش ها و رشته های مختلف موسیقی چون شاگردان ذکر شده بالا همچون شاگرد از مکتب استاد فراوان فیض بردن. با اوضاع اختناق‌آور کشور و جنگ‌های خانمانسوز آن زمان که تا کنون به گونه‌های مختلف ادامه دارد، استاد هاشم با خانواده‌اش همچون هزاران هزار افغان دیگر مجبور به ترک یار و دیار شد. استاد نخست به پاکستان و از آنجا راهی جرمنی شد. در سال 1993 میلادی همکاری همجانبه هنری خود را با استدیوی پامیر با رهبری و مالکیت دیپلوم انجینیر سید حکیم سپاس در شهر بن کشور آلمان آغاز نمود. با تأثر و تأسف فراوان که بعد از حدود 2 سال زندگی در جرمنی در ماه جولای سال 1994 میلادی استاد در اثر یک سوء قصد یک تن از شاگردانش به ابدیت پیوست و در شهر بن آلمان به خاک سپرده شد. انا لله و انا الیه راجعون. مرد نمیرد به مرگ، مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جست، نام چجاوید شد.
مردنش آسان کجاست؟ روحش شاد و یادش جاودانه باد.